روزنامه اطلاعات 23 اسفند ماه 1357 خورشیدی. متن خبر بدین شرح است: در تاریخ 21 اسفند ماه 1357 دادگاه انقلاب اسلامی ایران جهت رسیدگی به کیفرخواست صادر از طرف دادستان انقلاب علیه 11 نفر از متهمینی که جملگی از خائنین به ملت و عوامل سرسپرده رژیم دست نشانده بیگانه بودند و همچنین جنایتکاران مفسد فلعرض نیز می باشند تشکیل جلسه داد و پس از چندین ساعت رسیدگی و مشاوره سرانجام حکم اعدام را صادر کرد. اسامی متهمین بدین شرح است: 1. سپهبد نادر جهانبانی، فرزند امان الله، معاون فرماندهی نیروی هوایی. 2. سرلشکر محمد والی زند کریمی، فرزند. با وقوع انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 تصفیه خونین سران حکومت سابق شروع شد. طبق اسامی ثبت شده 47 امیر ارتش جزو اعدامیان بودند. در این بین نام سپهبد نادر جهانبانی بیش از خیلی های دیگه شنیده شده و به ایشون توجه ویژه‌ای شده، شاید به خاطر اینه که روایت‌های زیادی از مهارت بی‌نظیر ایشون در هدایت جت‌های جنگنده وجود داره و البته شاید ظاهر ویژه و تیپ و قیافه فوق‌العاده‌اش هم بی‌تأثیر نبوده باشه. ایشون لقب ژنرال چشم آبی رو داشته و همین نشون میده در رابطه با چه آدم خوش‌تیپی داریم صحبت می‌کنیم. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا پادکست مورخه. بریم ببینیم چی شد. اجازه بدید اول یکم از پیشینه خانوادگی نادر جهانبانی صحبت کنیم. خاندان جهانبانی نوادگان سیف الله میرزا پسر فتلی شاه قاجار از همسر گرجی فتلی شاه یعنی گلبدن خانوم خازن الدوله هستند که در دوره رضا شاه نام خانوادگی جهانبانی رو برای خودشون انتخاب کردند. گلبدن خانوم یا گلبدن باجی اول کنیز مهد علیا مادر فتلی شاه بوده که بعدن فتلی شاه باش ازدواج میکنه و یکی از فرزندانش میشه آقای سیف الله میرزا. سیف الله میرزا 42 فرزند پسری فتلی شاه بوده. فرزند سیف الله میرزا اسمش بوده چی؟ جهانگیر میرزا. و فرزند جهانگیر میرزا هم امان الله میرزا ملقب به ضیاء الدوله بوده که ایشون از مبارزان مشروط خواه میشه. چطور این اتفاق میفته؟ ابتدا ایشون یک نظامی عضو قزاقخونه بوده، ولی وقتی محمد علی شاه قاجار ریاست قزاقخونه رو میده به لیاخوف روسی اعتراض میکنه ایشون و از قزاقخونه استعفا میده و میپیونده به مشروطه خواهان. بعد هم میشه نماینده مجلس اول ملی. 2 بعد مجلس توسط آقای لیاخوف روسی به توپ بسته میشه و ضیاءالدوله هم فرار میکنه و در تهران مخفی میشه. بعد از دوران 1 معروف استبداد صغیر و وقتی مشروطه خواهان مجدداً تهران رو فتح کردند، ضیاءالدوله دیگر بار به صحنه برمیگرده. ضیاءالدوله بعدن شد سرپرست دارالحکومه تبریز و در این شهر با روس‌ها و انگلیس‌ها درگیر بود. در نهایت هم وقتی دید روس‌ها و انگلیس‌ها بر سر به قتل رسوندنش به توافق رسیدند و از اون طرف جنگ با روس‌ها ممکنه باعث فتح کامل تبریز به دست ارتش اجنبی یعنی روس‌ها بشه و عملاً دیگه راهی براش باقی نمونده بود، با شلیک تپانچه خودش رو کشت تا از این اتفاق جلوگیری کنه.
فرزند آقای ضیاءالدوله میشه امان الله جهانبانی. امان الله جهانبانی از یاران رضا شاه پهلوی بود در کودتای سوم اسفند و درجه سرهنگی داشت. وقتی برای سرکوب شورشیانی که به رهبری اسماعیل سیمیتقو بخشی از آذربایجان رو در دست گرفته بودند عازم این خطه شد و تونست سیمیتقو رو شکست بده، رضا شاه بهش نشان ذوالفقار یا همون سپهبدی رو داد. بعد هم رئیس اداره جنگ و رئیس اداره صنعت دولت شد. وقتی در 1316 ایشون با رضا شاه بحث شد، رضا شاه اون رو از تمام درجاتش خلع کرد و یک سال هم انداختش زندان. وقتی ایشون افتاد زندان و امان الله جهانبانی مورد غضب شاه واقع شد، خیلی از اعضای خاندان جهانبانی سریعاً فامیلیشون رو عوض کردند تا نسبتشون با امان الله جهانبانی رو کتمان کنند. فامیلیاشون رو چی گذاشتند؟ کیکاووسی، فتحعلی‌پور، جهانبینی، جهانبانیان و شهبنده. شاه هر کس که فامیلیش جهانبانی بود رو از ارتش خلع کرد و برای همین فک و فامیل فامیلیشون رو عوض کردند. اما بازی روزگار، درس تاریخ، با استعفای رضا شاه، در واقع با خلع رضا شاه، امان الله جهانبانی مجدداً به ارتش برگشت و تمام درجاتش بهش برگردونده شد. محمد علی فروغی که اولین نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی بود، امان الله جهانبانی رو به عنوان وزیر کشور انتخاب کرد. بعد وزیر راه شد و بعد هم وزیر جنگ. بعد هم رئیس شهربانی شد و از اونجا هم رفت به مجلس سنا و تا آخر عمرش برای 6 دوره متوالی نماینده مجلس سنا بود. حالا پسر عموی این آقای امان الله جهانبانی اسمش چی بود؟ محمد حسین جهانبانی. ایشون هم آدم مهمی بوده در تاریخ ایران. چیکاره بوده؟ فرمانده ارتش شاهنشاهی و مدتی هم رئیس شهربانی کل کشور که در کودتای 28 مرداد 1332 علیه محمد مصدق با سرلشکر فضل الله زاهدی ایشون خیلی همکاری داشت. اما فرزندان امان الله جهانبانی، اونها هم آدم‌های مهمی در این مملکت بودند. ایشون 2 همسر و 9 فرزند داشت. یکی از فرزندانش خسرو جهانبانی بود، کسی که با شهناز دختر محمد رضا شاه پهلوی وارد رابطه شد و عاشق و معشوق شدند و در نهایت علارغم مخالفت شاه این 2 نفر با هم ازدواج کردند و خسرو جهانبانی شد داماد محمد رضا شاه پهلوی. خدا براش خواست. خواهرشون یعنی مهر منیر جهانبانی با فردی به نام محمود امانپور ازدواج کرد. تو پرانتز این رو هم بگم، مهر منیر و محمود میشن مادر بزرگ و پدر بزرگ همین خانم کریستین امانپور، مجری معروف شبکه CNN. همین که اخیراً در ایران بحث حجاب داشتن یا نداشتنش هنگام مصاحبه با مسئولین خبرساز شد. خب برادر دیگر خانواده پرویز جهانبانی بود که اون هم به سیاق مردان خاندان جهانبانی نظامی شد و تبدیل شد به دریادار نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی. حمید جهانبانی برادر دیگر خانواده هم نظامی شد و به ریاست دانشگاه جنگ رسید. حسین جهانبانی دیگر پسر خانواده هم از عمرای ارتش بود و در نهایت برادر بزرگتر خسرو، پرویز، مهرمنیر و حمید و حسین هم همین آقای نادر جهانبانی بود که ما در این قسمت داریم مفصل دربارش صحبت میکنیم. مادر نادر و خسرو و پرویز کی بود؟ خانم هلن کاسمینسکی، از مهاجران روس که به ایران اومده بود و در نتیجه چشمان آبی و تیپ و ظاهر جناب نادر جهانبانی به سمت مادر کشیده بود. روستور بود در واقع ایشون.
همین ژن روس بود که شاید باعث شد ایشون برای تحصیلات تکمیلی بره کجا؟ روسیه. خب حالا یه سرگذشت مختصر بگیم از سپهبد نادر جهانبانی. نادر جهانبانی 27 فروردین ماه 1307 در تهران به دنیا اومد. ایشون سال 1325 و در 18 سالگی وارد دانشگاه خلبانی نیروی هوایی روسیه شد. اونجا تحصیل کرد و وقتی فارغ التحصیل شد به ایران برگشت و وارد نیروی هوایی ارتش ایران شد. جالبه که جهانبانی سوارکار ماهری هم بود و قهرمانی مسابقات سوارکاری رو هم در کشور در کارنامه‌اش داره. بعد از مدت‌ها که جهانبانی در نیروی هوایی ارتش عضویت داشت، برای آموزش دوره خلبانی هواپیمای جت راهی کشور آلمان شد و اونجا بود که با لیدر تیم آکروجت آمریکا آشنا شد. فروغ آسمان‌ها اسم تیم آکروجت ایالات متحده آمریکا بود. حالا آکروجت چیه؟ یک نوع مانور پروازه که توش هواپیماهایی استفاده میشه که در پرواز عادی کاربرد نداره، یعنی جنبه نمایشی و ورزشی داره بیشتر و البته باعث میشه تسلط خلبان برای پرواز در شرایط غیر عادی بالا بره. تا اون زمان ایران تیم آکروجت نداشت. در نتیجه نادر جهانبانی تصمیم گرفت وقتی به ایران بازگشت یک تیم آکروجت تشکیل بده. جهانبانی در 1337 به ایران برگشت در حالی که فنون آکروجت رو در آلمان فرا گرفته بود. ارتش شاهنشاهی برای این منظور چند هواپیمای جت آموزشی T-33 شوتینگ استار سفارش داد. جهانبانی و 4 نفر دیگه‌ای که در آلمان آموزش آکروجت دیده بودند هم برای تیم آکروجت ایران انتخاب شدند. نادر جهانبانی، سیامک جهانبینی، محمد خاتمی، امیر حسین ربیعی و عبدالحسین مینوسپر. اینها اعضای اولین تیم آکروجت ایران بودند. تیمی که تاج طلایی نام گرفت. نکته جالب در رابطه با تیم آکروجت ایران یعنی تاج طلایی حضور محمد خاتمی بود. البته که ایشون ربطی به سید محمد خاتمی که سالها بعد شد رئیس جمهور ایران نداشت. ایشون فوتبالیست بود در واقع. نکته جالبش اینجاست. کاپیتان سابق تیم تاج تهران و بازیکن تیم ملی ایران بود ایشون. وقتی سال 1331 در فوتبال بازنشسته کرد خودش رو، آقای محمد خاتمی به نیروی هوایی ارتش برگشت و رفت آلمان و آموزش آکروجت دید. محمد خاتمی شوهر خواهر محمد رضا شاه پهلوی هم بود، یعنی داماد رضا شاه بود. در نهایت ایشون هم در کنار نادر جهانبانی و 3 افسر دیگه تیم تاج طلایی رو تشکیل دادند و با این تیم تاریخ سازی کردند. چرا تاریخ سازی؟ عرض میکنم. اهمیت آکروجت چی بود اصلا؟ چرا انقدر مهم بود اون ایام که ارتش شاه حاضر شد براش هزینه کنه و جت بخره و نیرو بفرسته خارج از کشور که این فن رو یاد بگیرند؟ نکته اینجاست، ما داریم در رابطه با دوران جنگ سرد صحبت میکنیم. دورانی که ما در اپیزودهای فروپاشی شوروی در دوران جنگ صدر، نبرد دیکتاتورها در پادکست مورخ مفصل درباره‌اش صحبت کردیم که اگر دوست داشتید ببینید یا بشنوید از یوتیوب یا به سرهای پادگیر به صورت پادکست. پس نکته اینجاست، ما داریم در رابطه با دورانی صحبت میکنیم که 2 بلوک شرق و غرب با هم نمیجنگیدن، اما با برگزاری مانورهای نظامی مثلا حسابی با هم کلکل داشتن.
به همین دلیل بود که داشتن مهارت بالا در مسابقات آکروجت قدرت هوایی کشورها رو به رخ رقیب می‌کشید. سال 1338 تیم آکروجت تاج طلایی ایران در یک مسابقه سه‌جانبه با حضور تیم‌های آکروجت آمریکا و بریتانیا شرکت کرد و رتبه اول رو کسب کرد. جهانبانی که لیدر تیم تاج طلایی بود کم کم شهرت جهانی پیدا کرد. تاریخ به ما میگه و ما به خاطر میسپاریم که تا 1357 هیچ گروه آکروجتی نتونست با تیم تاج طلایی ایران زمین رقابت کنه. و سال 1357 وقتی انقلاب شد، محمد رضا شاه پهلوی و خیلی از فرماندهان دیگر ارتش و مقامات حکومتی از ایران خارج شدند. نادر جهانبانی ولی در ایران موند. در اون ایام جهانبانی معاون فرماندهی کل نیروی هوایی ارتش بود و همینطور رئیس سازمان تربیت بدنی. اون آخرین رئیس سازمان تربیت بدنی در دوران پهلوی بود و در دوران ریاستش بر این سازمان تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار به رقابت‌های جام جهانی راه پیدا کرد. پسرش انوشیروان جهانبانی تعریف میکنه که وقتی شاه از ایران خارج شد به پدر زنگ میزنه و ازش خواهش میکنه که اون هم ایران رو ترک کنه. پسر سپهبد جهانبانی میگه پدر هواپیما در اختیار داشت و به راحتی میتونست با هواپیمای خودش پرواز کنه و از ایران خارج بشه. انوشیروان میگه به پدر گفتم حالا که رئیستان یعنی شاه هم از ایران رفته چه دلیلی داره که شما بمونی؟ نادر جهانبانی اما به پسرش میگه من سرباز این وطن هستم و وظیفمه که در اینجا بمونم. امکان نداره من مملکتم رو رها کنم. وظیفه منه در این مملکت بمونم. ساعت 7 تا 8 شب 22 بهمن ماه 1357 نادر جهانبانی سر پستش در پایگاه هوایی دوشانتپه تهران دستگیر شد و به مدرسه رفاه منتقل شد. اون در دوران دقیقاً 1 ماهه بازداشتش از تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود. به اون گفته شد پدرت عامل روس هاست و خودت عامل سیا و صهیونیست ها هستی. وقتی جهانبانی رو به دادگاه آوردند یک کاغذ به گردنش آویزون بود که روش نوشته بود عامل فساد. در متن کیفرخواست جهانبانی نوشته شده بود نادر جهانبانی با اشتغال در سمت‌های حساس نظامی و این اواخر ورزشی و نظایر آن با رژیمی که با ساقط کردن حکومت ملی شرعی به طریق غاصبانه و با اراده اجنبی در ایران سلطه پیدا کرده و مملکت را در جهت اراده اجنبی و در جهت خلاف شرع و مصلحت مملکت و ملت به قهقرا میبرد و به نابودی میکشاند همکاری داشته است. با توجه به اقدام علیه امنیت و قیام برای متزلزل کردن اساس استقلال و فساد در عرض و محاربه با خدا و نایب امام علیه السلام مطابق قوانین الهی و قوانین جاریه در زمان ارتکاب جرایم، تقاضای رسیدگی و صدور حکم اعدام و مصادره اموال شخصی ایشان و آن مقدار از اموال که به خاطر فرار از ادای دین به صاحبان اصلی به فرزندان و اقربای نزدیک انتقال یافته است را از طرف دادسرای کل انقلاب اسلامی از محضر دادگاه دارم.
دو تن از برادران نادر جهانبانی یعنی حمید و حسین هم بازداشت شدند و به حبس‌های طویل المدت و مصادره اموال محکوم شدند. ولی تنها برادری که اعدام شد نادر بود. البته اموال نادر هم بعد از اعدام مصادره شد. از دفاعیات نادر جهانبانی در جلسه اول دادگاهش هیچ چیزی در دست نیست، ولی در جلسه دوم دادگاه و بعد از قرائت کیفرخواست در دادگاه نادر جهانبانی گفت: من دفاع خاصی ندارم، من هیچ وقت بر ضد انقلاب کاری نکردم، به هر حال دیگر مسئله مهمی نیست، بنده آماده اعدام هستم. نادر جهانبانی درباره اتهام جاسوسی خود و پدرش هم به دادگاه گفت: پدر من جاسوس روس نبود، بلکه افسری ایرانی بود که در روسیه درس خوانده بود. من هم هرگز عامل کشوری نبودم، بلکه در آمریکا به عنوان بهترین و با استعدادترین خلبان ایرانی بر اوج ابرها پرواز می‌کردم. جهانبانی قبل از این هم به خبرنگاری که در روزهای ابتدایی دستگیریش به دیدارش رفته بود گفته بود: بنویسید نادر جهانبانی همه آنچرا که تا کنون انجام داده باعث افتخار خود می داند. هفت صبح 22 اسفند ماه 1357، سپهبد نادر جهانبانی در 50 سالگی به دستور صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب در میدان تیر زندان قصر همراه با 10 نفر دیگر با شلیک گلوله اعدام شد. مقامات قضایی به جهانبانی اجازه دیدار آخر و وداع با خانوادش رو ندادند. خانوادش از رادیو خبر اعدامش رو شنیدند. جسد این فرمانده نیروی هوایی به مادرش تحویل داده شد و بدون اجازه برگزاری تشییع جنازه و فقط با حضور مادرش در بهشت زهرا دفن شد. تا مدت‌ها اجازه درج نام روی سنگ قبر هم به خانواده جهانبانی داده نمی‌شد. همراه با جسد نادر جهانبانی وصیت‌نامه کوتاهش هم به مادرش تحویل داده شد. جهانبانی در این وصیت‌نامه با خانواده‌اش خداحافظی کرده بود و نوشته بود: من مرگ بی تقصیر را با کمال رشادت و شجاعت پذیرفتم، چنانچه مقدور است مرا نزد پدرم دفن کنید. امکان عمل به این خواسته سپهبد نادر جهانبانی و دفنش در امامزاده ابوطالب رباط کریم محل دفن پدرش برای خانوادش هیچگاه میسر نشد. اعدام جهانبانی خیلی سر و صدا به پا کرد. اون هیچ وقت فرمانده نیروی هوایی ارتش نشد، به این دلیل که قجر تبار بود و مادرش هم روس بود. ولی از بیشتر فرماندهان ارتش شاه مشهورتر بود. خیلی ها می گفتند آیت الله خمینی از اعدام نادر جهانبانی خبر نداشته و بعدها هم بابت این اعدام گلایه کرده. خیلی دیگه اما معتقدند چون آیت الله خمینی اختیارات تام و تمام به صادق خلخالی داده بود، در نتیجه گلایه‌ای بابت این اتفاق نداشت.
مسعود بهنود، خبرنگار مشهور، نقل قولی داره در رابطه با دیدارش با صادق خلخالی و صحبتی که در رابطه با نادر جهانبانی باهاش داشته. بهنود میگه یکی از چند باری که خلخالی رو دیدم، فرصتی دست داد که سوالی رو بپرسم که سالها در گلوم مونده بود. گفتم آقای خلخالی، در دادگاه نادر جهانبانی و عباس علی خلعتبری ما گروه آورده بودیم و فیلم می‌گرفتیم و فیلماش هم هست، موجوده. تو محاکمه خلعتبری معلوم شد که توفاله اتمی در ایران دفن نشده و کسی هم که پیشنهاد دفن توفاله اتمی رو داده اصلا این بابا نبوده. شما چرا در مصاحبت گفتی سپهبد جهانبانی برای اسبهاش موزیک پخش می‌کرده و خلعتبری هم در ایران توفاله اتمی دفن کرده؟ جواب خلخالی چی بوده؟ ایشون گفته بود یادم بود، یعنی میدونستم، ولی چیزهایی گفتم که مردم دلشون بسوزه، جیگرشون بسوزه. من مأمور ایجاد منطق برای سلطنت طلبان و طاغوتیان نیستم. پسر نادر جهانبانی، انوشیروان جهانبانی، در مصاحبه‌ای که با شبکه فارسی زبان صدای آمریکا در 1399 داشت، از دوران حبس خودش گفت. گفت برای بازداشت من دلیل خاصی نداشتند، فقط چون پسر نادر جهانبانی بودم و مدیرعامل یکی از شرکت‌های هواپیمایی بازداشت شدم و برای 5 ماه زندان بودم و در نهایت هم آزاد شدم. انوشیروان میگه به بازجو گفتم آقا جرم من چیه؟ گفت فعلا هیچی، ولی اسم تو بذاریم تو روزنامه، یعنی چاپ بشه، حتما میان ازت شکایت میکنن، ردیف میشه. اسمم چاپ شد و هیچ کس شکایتی نکرد و 5 ماه بعد آزاد شد. دلایلی که من فکر میکنم یکی خوب پسر پدرم بودن، یکی که مدیر عاملشه. انوشیروان راجب یه سری از روایت هایی که درباره پدرش در بین مردم وجود داره صحبت میکنه در همون مصاحبه و بخشی از اون روایت ها رو رد میکنه. مثلا اینکه نادر جهانبانی با هواپیما از زیر پل کارون رد شده، یا اینکه بدون اجازه پاشده رفته بغداد که کاخ صدام رو بمبارون کنه و اونجا با رشادت از دست جنگنده های عراقی فرار کرده و برگشته، یا اینکه یه فانتوم رو از روی جاده بلند کرده در حالی که آمریکایی ها هم اونجا بودن و بهش میگفتن که آقا این خیلی خطرناک، نکن. انوشیروان جهانبانی میگه این روایت ها درست نیست. پدر من آدم شجاعی بوده ولی بسیار منضبط و قانونمند هم بوده. این داستان ها در واقع بی انضباطیه و پدر من هیچ وقت بی انضباطی نمی کرد. نظم و شجاعت تفاوت دارند. انوشیروان جهانبانی در عوض خاطره ای از رشادت پدرش تعریف میکنه. میگه یک بار در حین آموزش یه خلبان جوون میخوره به بال هواپیمای پدرم. هر دو هواپیما آسیب میبینن. جهانبانی به خلبان جوان دستور میده دکمه ایجکت رو بزنه و با چتر نجات بپره بیرون که اتفاقی براش نیفته، ولی خودش تو جنگندش میمونه و برای حفظ اموال و هواپیما با وجود آسیبی که دیده بوده بالش، جنگنده رو سالم روی باند میشونه. خیلی از اعضای گروه آکروجت تاج طلایی بعد از انقلاب 57 به ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوستند و در جنگ ایران و عراق تونستند به کشورشون خدمت کنند. انقلاب ولی اجازه نداد تا نادر جهانبانی هم بتونه در جنگ 8 ساله از مهارت‌های خاصش به نفع کشورش استفاده کنه. این اتفاق برای خیلی دیگه از کسانی که روزگاری در این مملکت سمتی داشتند و شاید حتی چندان سیاسی و امنیتی هم نبودند و میتونستند با توجه به تخصصشون به کار این کشور بیان هم افتاد. اما خب انقلاب اغلب اوقات پدیده‌ای است خونبار و جونهای بسیاری رو میگیره.
زمان به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی، سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون.